مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. با 30 دقیقه خبر خوش آمدید. سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش در قبال افغانستان به حمایت دراز مدت متعهد است. رئیس جمهور غنی اما از انتقال مسئولیت های امنیتی به حکومت افغانستان استقبال میکند و تأمین صلح را از اولویت های کاریش میداند. صلح یکی از اولویت های بنیادی جامعه. حکومت وحدت ملی تقسیم 50-50 اما بنیادش شایستگی. رئیس جمهور هرچند که سهم 50% در اعضای کابینه دارد اما نمیگذارد به سوی شرکت سهامی برود. تقسیم نیست، تقسیم وظایف است، تقسیم اسهام نیست. از حکومت بی وزیر تا پارلمان بی آجندا، مجلس نمایندگان امروز به دلیل نداشتن سوژه برای بحث نشست عمومیش را برگزار نکرد. ما اگر کار بکنیم آجندا بسیار است. دو سال میشه ما قانون دارم در پارلمان هنوز پاس نشد. و جان باختن مغز متفکر حمله های خارجی شبکه القاعده. عدنان اللشکری مسئول راه اندازی حمله های برون مرزی شبکه القاعده در پاکستان کشته شد. شب شما بخیر. در نیم ساعت بعدی خبر با تازه ترین ها از افغانستان و جهان با شما هستیم. مشروع خبرها. آمریکا از افغانستان با گونه دوامدار پشتیبانی میکند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا تاکید میکند که کشورش در کنار 9800 سربازی که در افغانستان دارد 1000 سرباز دیگر را نیز اضافه میکند. رئیس جمهور غنی نیز از انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای بومی استقبال میکند و آن را از افتخارات کشورش میداند. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی صلح را از اولویت های بنیادی کشور میداند و تاکید میکند که برای رسیدن به آن با همکاری همه جانبه منطقوی نیاز است. زکریا حسنی گزارش می‌دهد. سال 2015 میلادی سالی نو و صفحه نو برای حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی کشور. قرار است در این سال میلادی نیروهای بومی رسما و به تنهایی مسئولیت دفاع از کشور را به دوش گیرند. شماری از نیروهای بین‌المللی هم برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور باقی خواهند ماند. آنچه موضوع این نشست خبری رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع آمریکا نیز است. وزیر دفاع آمریکا در اینجا تاکید میکند که کشورش افزون بر 9800 سربازی که در افغانستان دارد 1000 سرباز دیگر را نیز در سال 2015 میلادی به شمار آنان اضافه خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما ماموریت نیروهای آمریکایی را تغییر نداده است. ماموریت جنگی ما در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی پایان می‌یابد و 1000 سرباز آمریکایی که در کنار 9800 سرباز دیگر ما اضافه می‌شوند برای برطرف کردن نیازهای ضروری و پشتیبانی از نیروهایی است که در حال آموزش نیروهای افغانند. سال هاست که افغانستان برای رسیدن به صلح درهای گوناگونی را می‌زند. اکنون رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان اراده محکمی برای آوردن صلح دارد، اما همکاری‌های همه‌جانبه منطقوی و داشتن نقشه راه در سطح ملی، منطقوی و جهانی از نیازهای رسیدن به آن است. صلح یکی از اولویت‌های بنیادی جامعه ماست. مکپدی بنده کینگ ولاریو چه باید هرارخیز صلح تورسی کو دی صلح نقشه دپاره ملی، منطقوی او بین ملی شرایط باید آماده سی. رئیس جمهور غنی که بعد تازگی از نشست لندن برگشته است میگوید تکرار تعهد آمریکا برای تمویل نیروهای امنیتی کشور یکی از دستاوردهای بزرگ نشست است. کمک عمده که در قسمت تمویل است مطلق دوباره تکرار شده، تایید شده و ای عمده ترین نقطه که قوای امنیتی ما باید مطمئن باشند که تمویل دارند. در قسمت تجهیز و تعلیم
تعهدات واضح وجود داره. این پروگرام ها هم دراز مدت است، هم یک سال است. سر پروگرام یک ساله به شدت کار جریان داره. تنها 24 روز دیگر به آغاز سال 2015 میلادی باقی مانده است. باید دید نیروهای بومی کشور پس از این موعود در تامین امنیت کشور تا چه اندازه موفق خواهند بود. رئیس جمهور غنی بار دیگر هشدار داده که حکومت وحدت ملی شرکت سهامی نیست، بل تقسیم وظایف است. آقای غنی گفته است مانی هیچ کس نمی شود که در کابینه او کار نکند، اما در کابینه توازن در نظر گرفته می شود تا هر کس بر بنیاد توانایی و شایستگی در حکومت کار کند. وی تاکید می کند افراد قدرت طلب در تلاش راه یافتن به کابینه اند، اما خودش تا کنون آنان را نپذیرفته است. بشیر احمد قاسانی با جزئیات بیشتر. رئیس جمهور غنی در دو گفتگوی جداگانه با بی بی سی گفته است که مشخص نبودن صلاحیت‌های رئیس جایی، بررسی وزارت‌ها و تعیین معیارها برای گزینش وزیران از چالش‌ها فرارای کابینه بوده که اکنون این چالش‌ها حل شده‌اند، اما هنوز تاکید دارد که کابینه شرکت سهامی نیست. تقسیم نیست، تقسیم وظایف است، تقسیم اسهام نیست. هر وزیر افغانستان وزیر کل افغانستان است، مسئولیتش با مقابل رئیس جمهور، با مقابل شورای ملی، با مقابل ملت با وضاحت خود باشه و رئیس بجرایوی در چارچوب شورای وزیران مسئولیت ها و صلاحیت های خاص خود داشته باشن که بخش اجرایوی امور به پیش بره. پیش از این نمایندگان هر دو تیم پذیرفتند که مشکل بر سر تقسیم کرسی های کابینه حل شده است، اما رئیس جمهور غنی در یک پرسش که بسیاری از اعضای تیمش خواهان قدرت هستند چنین پاسخ داده است: Well, that's their problem, not mine. نه خیر، این مشکل خود آنهاست، مشکل من نیست. این زمان برای من یک مشکل خواهد بود که من آن را بپذیرم، در حالی که این در افغانستان یک حقیقت است که همه خواستار قدرت می باشند. اما اکنون این کشور را من رهبری می کنم و من فکر می کنم که مردم افغانستان نیز با کارکردهایم موافقند و ما هیچ کس را مانع نمی شویم که در کابینه ما کار نکند، اما ما در این کابینه توازن را مد نظر می گیریم که هر کس بر بنیاد همان توانایی ها و شایستگی هایش در حکومت افغانستان سهم بگیرند. رئیس جمهور غنی نیز گفته است که خواهان آوردن صلح و ریشه‌کن کردن خشونت‌ها در کشور است و تاکید کرده طالبان دیگر در کشور توان رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند. شما باید سخنانتان را کنترل کنید. شما می توانید که کدام نمونه را نشان دهید که پایگاه های نظامی از سوی طالبان اشغال شده باشد؟ تنها آنها می خواهند بر این پایگاه ها نفوذ کنند که نمی توانند. اما در پاکستان با داشتن آن ارتش بزرگ، طالبان حمله های را در پایگاه های نظامی انجام می دهند تا آنها را تسخیر کنند، ولی نمی توانند. حتی در هندوستان حمله ها صورت می گیرد، اما نمی توانند که پایگاه ها را اشغال کنند. تنها حملات را انجام می دهند. انتظار می رود که یک بخش کابینه حکومت وحدت ملی تا پایان هفته روان مشخص شود. پس از دو ماه چانه زنی روی تقسیم کرسی های کابینه، سرانجام 13 وزارت برای رئیس جمهور غنی و 12 وزارت دیگر به دکتر عبدالله عبدالله رئیس جایی تعلق گرفته اند و تمام اعضای کابینه حکومت وحدت ملی چهره های جدید خواهند بود. ایالات متحده آمریکا با متحدان اروپاییش درگیر چانه‌زنی ها درباره آینده ماموریت نظامی غرب در افغانستان است. واشنگتن پست از زبان یک مقام آمریکایی نگاشته است که دولت باراک اوباما به شدت مشغول گفتگو با کشورهای اروپایی است تا مشخص شود که ناتو چه شمار سربازانش را می تواند در سالهای پس از 2014 میلادی در افغانستان نگه دارد. همزمان این مقام آمریکایی گفته است که باراک اوباما می خواهد در کنار 9800 سرباز آمریکایی صدها سرباز اضافی دیگر نیز به گونه موقت پس از 2014 در افغانستان باقی بمانند. روزهای اخیر 13 سال ماموریت جنگی غرب در افغانستان. پایان 2014 میلادی پایان نبرد شانه به شانه نظامیان غرب و افغان با حراس افغانان تعیین شده است. قرار است ماموریت دیگری آغاز شود، ماموریت حمایت قاطع که در برگیرنده سالهای دوره تحول در افغانستان است، 2015 تا 2025 میلادی، و گفتگوهایی که در پیوند با این ماموریت میان واشنگتن و ناتو آغاز شدند. یک مقام آمریکایی در این باره به واشنگتن پست گفته است: مقام های دولتی باراک اوباما مشغول بحث و گفتگو با کشورهای عضو ناتو هستند تا روشن شود که متحدان ایالات متحده آمریکا
چی شمار سربازانشان را در کار آموزش نظامیان افغانستان می توانند؟ در آستانه پایان ماموریت جنگی این نیروها کابل و دیگر ولایت های کشور موجی از حمله های مرگبار هراس افغانی را گواه شدند. این حمله ها عمدتاً از غیر نظامیان قربانی گرفتند. شاید این گسترش ناامنی ها بود که یک مقام آمریکایی گفته است پس از 2014 میلادی نیز صدها سرباز آمریکایی به گونه موقت در افغانستان میمانند. و این اشتون کارتر که قرار است به وزارت دفاع آمریکا برسد درست 24 روز پیش از آغاز ماموریت حمایت قاطع از افغانستان. پیشنهاد رئیس جمهور اوباما که من را به عنوان وزیر دفاع آمریکا معرفی کرده است میپذیرم. من این پست را به خاطری پذیرفتم که با چالش های بزرگ راه بردی روبرو هستیم و می توانیم این چالش ها را با هم از میان برداریم. همین دیروز گزارش های از پایان روند خروج نزدیک به کل نیروهای جنگی امریکا و نیز انتقال بخشی از تجهیزاتشان از افغانستان به کویت پخش شدند. درست هنگامی که ماموریت حمایت قاطع آغاز می شود. انتقال این تجهیزات به کویت که شاید از نیازهای اصلی نظامیان افغانستان است، نگرانی های از احتمال صادق نبودن واشنگتن در حمایت از نیروهای مسلح کشور به همراه شده است. انتقال این تجهیزات از افغانستان بیرون در مخالفت با تعهداتی است که امریکا و جامعه جهانی در قبال نیروهای امنیتی دارد. فکر می کنم که این خیانت است، یک جفاست بر مردم افغانستان. با این هم پیشتر باراک اوباما ماموریت جنگی نظامیان کشورش را تا یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرده است. این که تمدید ماموریت هراس افغانان را از میان بر می دارد یا خیر، اما دست کم این روشن است که سال آینده نیز در این زد و خوردها مردم به های سنگین خواهند پرداخت. مداخله نهادهای دولتی در کارهای بانک مرکزی و سیاست پولی ارزش پول افغانی را به گونه جدی آسیب می رساند و خلاف منافع ملی کشور است. اتحادیه بانکداران افغانستان می گوید که این کار تورم پولی را در کشور به بار می آورد و یک اشتباه تاریخی خواهد بود. دیروز رئیس بانک مرکزی به دلیل آنچه که مداخله وزارت مالیه در کارهای این بانک عنوان کرد از سمتش کنار رفت. برای نگه داشتن ارزش افغانی بانک مرکزی 7 میلیارد دلار دارد و اگر بانک مرکزی تحت تاثیر دیگر نهادها قرار گیرد این ذخایر 7 میلیارد دلاری در خطر خواهد افتاد، زیرا هر زمانی که کسر بودجه به میان آید شاید از همین پول ها استفاده شود و رئیس بانک مرکزی بنابر همین نگرانی ها از سمتش کنار رفته است. معمول است که در هر کشور بانک مرکزیش مستقل می باشد، زیرا سیاست های پولی درست و سیستم مالی سالم را می سنجد. با مداخله نهادهای دولتی در کارهای بانک مرکزی تورم پولی به میان خواهد آمد. اگر تحت تأثیر وزارت مالیه بود، وزیر مالیه به حیث رئیس شورای عالی این اعمال نفوذ می کند که بانک مرکزی را از تطبیق موازین و اصولی که بر اقتصاد ملی نفع داره وا داره، به خاطر که اهداف بودجه به دست بیاید. این چیزی که تاثیرات زی سر عملکرد بانک مرکزی است، تاثیرات منفی داره و بانک مرکزی بنا نمیتونه اما پالیسی هایی را که میتونه اقتصاد ملی کمک بکنه، ارزش پول نگاه بکنه، او را عملی بکنه. اما اگر وزارت مالیه و یا دیگر نهادهای دولتی در کارهای بانک مرکزی مداخله کند، ارزش پول افغانی یک بار دیگر مانند پولهای دوران مجاهدین و طالبان بی ارزش خواهد شد، چون در آن زمان دولت به بانک مرکزی دسترسی داشت. تمایلاتی که بوده که بانک مرکزی زیر اثر وزارت مالیه است، به هیچ صورت نه ما نه جامعه جهانی را قبول کرده میتونه که ما با اساس قانون اساسی بانک مرکزی مستقل داریم. و این خوب آمد، چرا که ما ضربه زیادی را در گذشته دیدیم که بانک مرکزی زیر اداره دولتی بوده و تورم به جای رسید که یک ارزش یک دلار در حدود 50 افغانی بود رفت به 120 130 هزار افغانی. نورالله دلاوری تنها 3 روز پس از فرمان رئیس جمهور که بر بنیاد آن تمامی سرپرستان و وزارتخانه ها و نهادهای مستقل وظایفشان برکنار شدند به گونه رسمی استعفا داد، اما دلیل استعفایش را مداخله وزارت مالیه در کارهای نهاد دانست. اکنون وزارت مالیه این گفته ها را رد می کند. ما در امورات بانک مرکزی هیچ کدام مداخله نکردیم. اگر آقای دلاوری انتقاد دارد که ما در کدام مورد مداخله کرده باشیم واضح بسازن. در طی چند سال گذشته اگر شما ببینین ما هیچ تدخل نداشتیم در امورات افغانستان بانک.
بر بنیاد قانون بانکداری و قانون اساسی بانک مرکزی در کارهایش مستقل است و نهادهای دیگر حق مداخله بر کارهای آن را ندارد. نشست عمومی مجلس نمایندگان امروز به دلیل نبود آجندا برگزار نشد. حضور سرپرستان در کابینه و نادیده گرفتن مصوبات شورا از دلایل برگزار نشدن نشست عمومی امروز دانسته شده است. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان مدیریت ضعیف هیئت اداری را مشکل اصلی می‌دانند و می‌گویند امروز هیچ آجندایی برای بحث وجود نداشت و به همین دلیل نشست امروز برگزار نشد. نظرالدین مصلح با جزئیات در این مورد. افغانستان کشوری که نیاز به کار شبانه روزی دارد، اما در اینجا کمتر احساس و علاقه به اجرای کار لازم و صادق وجود دارد. امروز نشست عمومی در مجلس نمایندگان برگزار نشده و گفته می شود که یکی از دلایل عمدهش هم نداشتن اجنده است. اما برخی از اعضای مجلس آقای مجلس بله این بکفایتی هیئت اداری است، حداقل مقرر خود اجرا بگذارد. دوباره برگشته است. ظاهراً برگزار نشدن نشست عمومی مجلس او را عصبانی ساخته است. وقتی کابینه همه تو دنیم را باشه، کابینه تعیین نشه و وزرای سرپرست او طرف شوه، سرپرست ها دیگه در جایشان به خلاف قانون کار شوه، یعنی حال افغانستان است. ببینید که وضعیت امنیت ما روز بروز خراب میشه. هیئت اداری ما او توانمندی که بتانه اجندا بسازه و ما یک در قوانین داریم مثل قانون منع خشونت علیه زنان، قانون تاثیرات عالی و بعد از قوانین های دیگه که سال هاست که در جعبه میز هیئت اداری ما مانده و زرد ما تصمیم گرفته نتانستیم. خبرنگاران بینین برنامه در محوطه شورای ملی در تلاش ثبت داشتن برنامه هستند. ساعت 9:30 دقیقه صبح است و اعضای مجلس انگشت شمار در اینجا می آیند. برنامه وجود ندارد. باید این گونه در صحنه شورا قدم بزنند. میگویند رئیس مجلس به تاجیکستان سفر کرده است. شاید یکی از دلایل برگزار نشدن نشست عمومی امروز هم همین موضوع باشد. یک قسمتی که پیش می خواد باشد. به خاطر از اینکه آجندا باید در جلسات داشته باشند، اگر آجندا نداشته باشند، با مجلس هم دایر نمیشه. و این رفتن رئیس هم باکر من میفهم که سفر رسمی داشته یا کدام مشکل شخصی خودش بوده. نشست عمومی مجلس از روزهای شنبه بعد دوشنبه به تأخیر افتاده است. و اما امروز چرا نشست عمومی برگزار نشد و چرا انگیزه برای کار از سوی مجلس نمایندگان وجود ندارد؟ حکومت هم به آماده نیست به اجندایی که مطرحش در تالار در روسیه خصوصا شما در حکومت جدیدی که قرار بود که باید رأی اعتماد داده میشد به کسانی که کابینه جدید و اعضای سر مکم و بلوی سرانوال و رئیس های مستقل متاسفان حکومت هم با اجندای ما آمادگی نداره و اولویت کاری که ما داریم متاسفان به او عرض گذاشت. با این همه اخیراً به دلیل آنچه ناکارایی پارلمان دانسته می شود اعتماد مردم نسبت به شورای ملی کمتر شده است و حتی شماری از اعضای شورای ملی را به کمیشن کاری متهم می کنند، در حالی که یکی از مأموریت اصلی شورای ملی نظارت جدی از کارکرد حکومت است. فساد گسترده در 13 سال گذشته سبب نابسامانی ها در کشور شده است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ تاکید دارد که فساد گسترده در قراردادهای بزرگ سبب شده است که کمک های جامعه جهانی به گونه درست در کشور به مصرف نرسد. آقای نور می افزاید در صورتی که کمک های جامعه جهانی به خوبی هزینه می شد افغانستان در وضعیت خوبی قرار می داشت و ناامنی ها نیز افزایش نمی یافت. غفار صالحی با جزئیات در این مورد. از 22مین سال روز تصویب قانون اساسی ازبکستان از سوی کنسولگری این کشور در شهر مزار شریف بزرگ داشت شد. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که در این مراسم حضور یافته بود تاکید داشت که حکومت افغانستان به دلیل موجودیت فساد گسترده در قراردادهای بزرگ خارجی و نیز دست داشتن مقامهای بلندپایه حکومتی به فساد نتوانسته است کمک های جامعه جهانی را در ساخت و ساز زیربناها به مصرف برساند. ای کاش که در 13 سال در افغانستان در بخش تعلیم و تربیت تحصیل توجه بیشتر میشد. امروز همه پول یا از در آمده از دریچه پس بر آمده بین بعضی قراردادهای افغانی و خارجی تقسیم شده و یا ای که دولت درست مصرف نتانسته و قسمت کمی هم که به دولت رسیده مامورین بلندپایه دولت او را دزدیدن، بغارت بردن، در
با مقدار کمیش البته در جامعه سرمایه‌گذاری شده. آقای نور همچنان میگوید عدم تطبیق برنامه‌های زیربنایی سبب افزایش ناامنی‌ها در کشور شده است. با این حال سرکنسول ازبکستان مقیم مزار شریف میگوید کشورش از حکومت افغانستان پشتیبانی میکند و با کمک‌هایش پس از سال 2014 همچنان ادامه خواهد داد. ازبکستان پایبند سیاست عدم دخالت در امور داخلی افغانستان، اشتراک نکردن در جناح‌های مختلف سیاسی نظامی علیه افغانستان و همکاری با افغانستان بر اساس روابط دو جانبه و پشتیبانی از حکومت منتخب می باشد. امتداد خط آهن ازبکستان به افغانستان، انتقال انرژی برق، داده ستود بازرگانی و مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر از برنامه‌های مشترکند که کشور ازبکستان بر آن تاکید دارد. و این در حالی است که در جریان سالهای اخیر فعالیت‌های بازرگانی نیز از طریق ازبکستان گسترش یافته است. فساد در وزارت تحصیلات عالی سبب شده است تا دانش آموزان با استعداد از راه یافتن به دانشگاه‌ها باز بمانند. اتحادیه استادان دانشگاه‌های افغانستان از شفاف نبودن روند امتحان کنکور انتقاد می‌کنند و می‌گویند برخی از اعضای شورای ملی و فرماندهان گروه‌های مصالح غیر مسئول در آزمون کنکور مداخله می‌کنند، اما وزارت تحصیلات عالی این گفته‌ها را رد می‌کند. عماد رستایی گزارش می‌دهد. بیش از 300 هزار دانش آموز امسال در آزمون کنکور اشتراک میکنند، اما نگرانی های جدی از این امتحان وجود دارد. اتحادیه استادان دانشگاه افغانستان از فساد گسترده در این روند هشدار میدهند. 4 وکیل از مرکز رفتن در اونجا مداخله کردند در امتحان کنکور. شورای ولایتی غزنی یکی از استاد، یکی نه که چندین نفر استادا را در اونجا لت و کوب کردند. این اتحادیه تاکید میکند که در کنکور امسال تفاوت میان دانش آموزان مستعد و غیر مستعد وجود نخواهد داشت و شماری از اعضای مجلس در روند کنکور مداخله کرده و آن را قومی خواهند ساخت. در بخش وزارت تحصیلات عالی هم فساد گسترده که او شامل همین کمیته کنکور هم بود، این فساد فوق العاده فراگیر شد. تشویش ما نیز این است که ممکن امتحان کنکور امسال نیز غیر متوازن، نامناسب و غیر معیاری و با تقلب عکس گردد. اما وزارت تحصیلات عالی این همه را رد کرده و میگوید این گفته ها برای بدنام کردن وزارت تحصیلات عالی ابراز می شوند. مورد وجود نداره که ما تحت تاثیر قماندان ها، زورمندا، افراد غیر مسئول باشیم. باز تاکید می کنم موارد هست که فقط به تشویش اذهان عامه می پردازند. هیچ گونه مورد وجود نداره که در اینجا فساد وجود داشته باشه. همه‌شان استادان متجربه هستند که سالیان متمدی در اینجا کار کردن. تا اکنون در برخی ولایت‌ها آزمون کنکور گرفته شده است و این روند در سایر ولایت‌های کشور ادامه خواهد یافت. از این روند 5000 آموزگار نظارت می‌کنند. فرمانده جدید پلیس کابل میگوید که به منظور تامین هرچه بهتر امنیت در پایتخت برنامه‌های ویژه‌ای دارد. عبدالرحمن رحیمی پس از معرفیش به این پست در یک نشست خبری حاضر شد و برنامه‌هایش را اعلام کرد. هماهنگی میان نیروهای امنیتی، تامین امنیت بهتر شهر کابل و اصل مکافات و مجازات نیروهای پلیس از بخش‌های کلیدی برنامه‌های کاری فرمانده پلیس کابل است. غفار صالحی گزارش می‌دهد. فرمانده جدید پلیس کابل میگوید که با همکارانش تلاش خواهد کرد تا امنیت بهتر را در شهر کابل با همکاری مردم، نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای امنیتی تامین کند. عبدالرحمن رحیمی تاکید میکند که هماهنگی میان نیروهای امنیتی در شهر کابل میتواند از حمله های هراس افغانان پیشگیری کند. بعد از این ما تاکید میکنیم و این را تجدید میبخشیم که نیروهای امنیتی و سایر ادارات زیربط یک هماهنگی خوب در بین خود داشته باشه تا تانسته باشیم، چرا این تجارب نشان داده که به اساس هماهنگی خوب ما کارهای خوبی را خواهد پیش بردیم و قوی تر خواهد شدیم. ظاهرا گفته می شود که نامنی های اخیر در مناطق گوناگون شهر کابل سبب تغییر در فرماندهی پلیس کابل شده است. فرمانده جدید پلیس کابل کارکردهای جنرال ظاهر فرمانده پیشین را ستایش می کند و می گوید یکی از اولویت های کاری وی اجرای اصل مکافات و مجازات در رده های پایین و بالای پلیس خواهد بود. مکافات و مجازات در نظر می گیریم. می بینیم کار خوب داشت، مثبت داشت. هر مسئول ما که بود، چی در سطح رهبری، چی در سطح پایینی، از افسر گرفته
از جنرال گرفته تا آخرین قدم سرباز، اگر ساتنمن است، افسر است، ساتون که است، فقط سطح مکافات و مجازات سخت در نظر می گیریم. فرمانده پلیس کابل در حال امروز کارش را به گونه رسمی در برابر دوربین رسانه ها آغاز کرد که به نظر می آید چالش های زیادی را در پیش رو خواهد داشت. در جریان یک ماه اخیر بخش های از کابل بیش از 10 بار هدف حمله های حرس افغانان قرار گرفت که در پی آن شمار از افراد ملکی و نیز شهروندان خارجی کشته شده. و در جهان مسئول حمله های خارجی شبکه القاعده در پاکستان کشته شد. مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که عدنان الشکری مسئول حمله های برون مرزی شبکه القاعده در عملیات ویژه ارتش این کشور در مناطق مرزی همراه با 2 جنگجوی این شبکه کشته شده است. ضربه محکم بر شبکه القاعده در پاکستان. عدنان الشکری یک عضو ارشد شبکه القاعده که مسئول راه‌اندازی حملات این شبکه در کشورهای خارجی بود توسط عملیات ویژه ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی کشته شد. این عضو ارشد شبکه القاعده توسط اداره استخبارات آمریکا متهم بر راه‌اندازی بمب‌گذاری ها در شهر نیویورک و لندن بود و برای ردیابی الشکری پنتاگون $5 میلیون پاداش تعیین کرده بود. من از عملیات ارتش که در نتیجه آن یک عضو ارشد شبکه القاعده کشته شد استقبال می کنم. اما حرس افغانان در خاک پاکستان هدف قرار خواهند گرفت. هیچ گروه دهشت افغانی از این عملات در همان نخواهد بود. اما هند که 11 سربازش توسط افراد مسلح در منطقه کشمیر کشته شده است، به شدت از اسلام آباد انتقاد کرده و پاکستان را در راستای مبارزه با دهشت افغانی ناکام می داند. اگر پاکستان در راستای برچیدن لانه های دهشت افغانان با چالش روبرو است، باید با مقام های هند گفتگو کند. ما آماده هستیم ارگونه کمک را با آنها انجام دهیم تا گروه های دهشت افغانی نابود گردند. این در حالی است که روز گذشته افراد مسلح بر یک پاسگاه امنیتی در منطقه کشمیر زیر کنترل هند حمله کرده و 11 سرباز هندی را به قتل رساندند که در جریان 6 سال گذشته نخستین رویداد خونین برای نیروهای مرزی هند به شمار می رود. و نزدیک به 500,000 نفر از ترس طوفان در فیلیپین از خانه هایشان فرار کردند. هنگامی که اداره هواشناسی فیلیپین اعلام کرد که شماری از مناطق این کشور تا چند روز دیگر گواه طوفان کشنده موسوم به هوگوپیت خواهد بود، نزدیک به 500,000 نفر خانه هایشان را ترک کرده و به مکتب ها، مرکز های بهداشتی و کلیساها در مناطق امن پناه بردند. سرعت این طوفان از 185 تا 200 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدارتان.